با سلام به بینندگان عزیز، من محمود احمدی هستم و در کنار همکارم بابک یزدی برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، گفت رزمایش اقتدار ولایت یک به اهداف خود در 1400 کیلومتری اصابت کرد. در ادامه صحبتاش مطرح کرد که پیام رزمایش برای دشمنان نیز دفاع و ایستادگی و بازدارندگی است. مهمان برنامه امروز حمید تقوایی خواهند بود و در ارتباط با همین مسئله سوالاتی رو از حمید تقوایی خواهیم پرسید. حمید تقوایی، به برنامه امروز خوش اومدید. متشکرم. با سلام به شما و به بینندگان. دولت اسلامی هر از چند گاهی از این رزمایشا ترتیب میده و کلن به نظر شما چه اهدافی رو از این رزمایش موشکی جمهوری اسلامی تعقیب میکنه؟ هدفی که هر حکومت دیکتاتوری داره به این معنا که قدرت قدرتی خودشو نشون بده، هم در منطقه و هم در رابطه با مردم در ایران و در جامعه. همه دیکتاتوری ها نیاز به این دارن که نشون بدن ارتش قوی دارن و میتونن به اصطلاح در صورتی که هر نوع جنگی و برخوردی نظامی پیش بیاد اینا برترن، پیروزن، قدرقدرتن و حول این هم کلی تبلیغ و به اصطلاح به نفع خودشون و پروپاگاندای سیاسی و تبلیغی به راه میندازن. جمهوری اسلامی هم همینطور هست، به خصوص که میبینیم در منطقه امروز مسئله قدرت باز هست، به این معنی که عربستان، سعودی، ترکیه و دولت‌های دیگه هر کدوم ادعای خودشونو دارن، کلوپ‌بندی ها و یارکشی ها و تشکیل جبهه‌های خودشونو دارن. جمهوری اسلامی هم یکی از این نیرو هست، در سوریه درگیره، مدت‌ها در عراق یه قدرت زیادی داشت که امروز البته کاملا ضعیف شده از این نقطه نظر، ولی در این حال با این نوع مانورهای نظامی و به قول خودشون رزمایش ها میخوان نشون بدن که همچنان قدرت مهمی هستن در منطقه. در خود جامعه ایران هم هرچه ضعیفتر میشه جمهوری اسلامی در رابطهش با مردم، از اون ور نیروی نظامیش رو قوی تر میکنه. چند وقت پیش صحبت مانور نیروهای نظامی بود در رابطه با به قول خودشون اختشاشات کارگری. در انتخابات گفتن نزدیک 200,000 نیروی نظامی رو آماده باش دادن و آماده نگه داشتن. میخوام میگم در خود جامعه هم اینها معنی داره، گرچه این رزمایش بالاخره در منطقه انجام میشه و یک برای آمادگی به اصطلاح برای مقابله با دشمن خارجی عنوان میشم دیگه شما هم گفتید، ولی یک تأثیری که از نظر حکومت تأثیری که خواهد داشت این است که جامعه رو مرعوب کنه و نشون بده که جمهوری اسلامی همچنان قدرقدرت هست. شما صحبتاتون به این اشاره کردین که این رزمایش های موشکی رو برای قدرقدرتیش دولت اسلامی انجام میده. مقامات سپاه اعلام کردن که این موشک ها برای مقابله با اسرائیل طراحی شده و رسانه‌های ایرانی هم مطرح کردن که بر بدنه این موشک ها به زبان عبری نوشته شده بود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه. آیا واقعا این رزمایش موشکی که جمهوری اسلامی انجام داده به معنای قدرقدرتی در مقابل اسرائیل و یا اونجوری که خودشون اعلام میکنن برای محو کردن اسرائیل از صحنه روزگاره؟ رزان یه شعار کاملا تبلیغی هست، مثل همون مرگ بر شیطان بزرگ میونه. این ضد آمریکایی‌گری و ضد اسرائیلی‌گریشون کاربردش این هست که جمهوری اسلامی به صورت هویت خودشو و این اسلامیت خودشو بر این مبنا قرار داده. یک نیروی هست که دولتی هست در منطقه علیه اسرائیل، علیه آمریکا. و این الان یک پوسته ازش باقی مانده، بخصوص بعد از برجام. مسئله فقط تبلیغاتی هست، مسئله فقط به صلاح سرخ نگه داشتن صورت به زور سیلی هست. این کار رو داره میکنه جمهوری اسلامی. منتها در این الان وقتی داره میگه که به اصطلاح با هدف محو کردن اسرائیل یا بر بدنه موشکاشون نوشتن که باید اسرائیل محو بشه، به نظرم شأن نزولش این هست که خود ولایت فقیه داره از صحنه سیاسی ایران محو میشه.
بعد از این انتخاب تأخیر به خصوص میبینیم که ولی فقیه یا خامنه‌ای در موزه بسیار ضعیف در قرار گرفت. اون نمایندگانی که اون تبلیغشون میکرد و اون کسایی که به اسم نفوذی انگلیس در مقابلشون ایستاده بود برعکس شد، مردم به اون نفوذی‌های انگلیس به اصطلاح رأی دادن و نمایندگان ایشون نه در مجلس خبرگان نه در مجلس شورا رأی نیاوردن. این یه شکست مفتزانه‌ای برای خامنه‌ای بود و این شکست یعنی در واقع شکست برای کل حکومت. تأسیس خامنه‌ای تأسیس کل حکومت است، به خاطر اینکه خب روشنه خامنه‌ای مظهر و نماد این حکومت، ستون فقرات این حکومت ولایت فقیه. وقتی از نظر سیاسی در شرایط ایران به این مخمصه دچار میشن، اون وقت این مانور نظامی که اتفاقا اسمش هم میذارن اقتدار ولایت، دقیقا در جواب به این ضعف، در جواب به این موقعیت ضعیفشون در ایران هست. اون وقت دست به این همچین حمله میزنن. خب طبق معمول این را همیشه در یک لفافه ضد اسرائیلی ضد آمریکایی‌گری میپیچن که از نظر تبلیغاتی بگن ما همچنان بر سر مثلا مواضع اولیه خودمون علیه اینها ایستادیم و به این ترتیب میخوان به خورد مردم بدن دفاع از نظام لرزان خودشون. به نظر من کاملا برعکس، این اقتدار ولایت فقیه رو نشون نمیده، این کاملا ضعف ولی فقیه و ضعف کل نظامش رو در جامعه ایران و در منطقه نشون میده. همه توای ما در مرحله اجرا کردن برجام هستیم از طرف حکومت اسلامی. در همین برهه میبینیم که جو بایدن معاون ریاست جمهوری امریکا، همچنین هیلاری کلینتون کاندید حزب احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات امریکا و جان کری وزیر امور خارجه امریکا به این مسئله اعتراض میکنن و اظهار نگرانی میکنن. به نظر شما این اقدام جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه در ارتباط با اجرای برجام و رابطه جمهوری اسلامی با غرب بذاره؟ بر اجرای برجام من فکر کنم آنچنانی نمیذاره. الان برجام در دست اجراست و خود مقامات آمریکایی هم گفتن که این به اون بسیار رابطه نداره، ولی در این حال گفتن که ما اینو بررسی میکنیم و اگه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد. به نظر من رابطه با غرب اینجا بیشتر زیر سوال میره تا خود برجام. ببینید الان در جمهوری اسلامی جناح روحانی خط برقراری رابطه یا نرمال کردن یا با قول خودشون تعامل سازی با غرب رو دنبال میکنن و جناح خامنه ای با اون مخالفه و فکر میکنه الان که اون تحریم ها برداشته شد حتی باید بیشتر بر طبل ضد آمریکایی‌گری کوبید. در این جهت هست که این مانوپا و این نوع بطلا رزمایش ها خط خامنه‌ای از این استفاده میکنه برای اینکه این رابطه با آمریکا رو در چارچوبی که خودش میخواد و استراتژی که فکر میکنه نگه داره و این تناقض و کشمکش درون حکومتی هم اینجا باید به حساب آورد در اینجور مانورهایی که اینا دارن میدن. بنابراین این اعتراض و هشدارهایی که مقامات آمریکایی دارن میدن در واقع تاثیرش بر رابطه درازمدت‌تر آمریکا و غرب با جمهوری اسلامی هست تا صرف برجام. این رو هم باید دونست که برجام فقط رفع تحریم‌های ناشی از پروژه هسته‌ای رو در برنامه‌اش گذاشته و هدفشونه تحریم‌های نظامی، تحریم‌هایی که در رابطه با فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا فعالیت تروریستی جمهوری اسلامی میشه، اینا سر جاش هست و اینها ممکنه حتی تشدید هم بشه. همه توایی بیشتر از دو دقیقه به پایان برنامه نداریم. این رزمایش درست در زمانی برگزار میشه که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به پایان رسیده و جناح روحانی و جناح به اصطلاح اصلاح طلب حکومتی از پیروزی خودشون در این انتخابات ها نام بردن. به نظر شما این رزمایش چه تأثیری در روابط دو جناح‌های حکومت اسلامی داره و یا اصلا ربطی داره به این مسئله یا نه؟ قبل از عزیز بگم که این انتخابات یه پیروزی هیچ جناحی به اون معنا نیست. این انتخابات به معنی تأسیس کل حکومت اسلامیه. به نظر من بعد از این انتخابات کشمکش ها تشدید خواهد شد و بحران حکومت وخیم‌تر از قبل خواهد شد و همینطور زبان مردم و تعرض مردم هم بلندتر و تعرضی‌تر خواهد شد. به نظر من این دوره شروع شده.
و بنابراین و این مانور به اصطلاح این رزمایشی که تحت نام اقتدار ولایت انجام دادن، همونطور که گفتم قراره که به اصطلاح این آبروی از دست رفته و اعتبار از دست رفته جمهوری اسلامی رو به نوعی بهش برگردونه. و از این نقطه نظر در خدمت کل نظام میخوان ازش استفاده کنن. به نظر من اینجور نیست که الان فرض کنید جناح روحانی معتقد باشه که باید در منطقه هیچ کاری نباید کرد و باید بشینیم و فقط به امور داخلی بپردازیم، یا برعکس جناح خامنه‌ای فکر کنه فقط باید در منطقه به اینجور مانور دست هست. هر دوشون این رو بو میکشن، این رو متوجه هستن که باید برای حفظ حکومت لرزانشون گذرنمایی بکنن و این مانور در این چارچوب قرار میگیره. ولی همونطور که گفتم تا اونجایی که به ادامه روابط با غرب مربوط میشه، از این نقطه نظر در برابر خط روحانی و دولتش هست، به خاطر اینکه این روابط رو کاملا زیر سوال میبره و بحرانی تر میکنه. و این هم باز به نوبه خودش باعث خواهد شد که به نظر من کشمکش ها و دعواهای درون حکومتی حادتر و حادتر بشه. همه تقوایی با تشکر بسیار از زیاد از شما که به برنامه امروز ما اومده. من هم متشکرم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز میرسیم. من محمود احمدی در کنار همکارم بابک یزدی براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم. شب و روزتون خوش.